با میکرو سه تا بعد می‌خواد بنویسه رو هوا گذاشته. نه همون یکی که وا کرده رفیق. خب آقای داری آپوتل می‌کشی نه؟ یه سرم وا کنی باش. خب اینجا بچه‌ها دانشجویان در واقع آنتی بیوتیک حل می‌کنن و ما قبلا نحوه حل کردن داروها رو توی کانال گذاشتیم و اینجا هم شما یه سری سروم ها رو داریم میبینین، سروم نرمال سالین اینا و بچه دارن آنتی بیوتیک ها رو میزن داخل سروم که آنتی بیوتیک ها رو میزن داخل سروم که به مریض بزنن. این آنتی بیوتیک که هست ونکومایسینه. این آنتی بیوتیک باید حتما جدا از آنتی بیوتیک های دیگه باشه و اگه شما این آنتی بیوتیک رو با آنتی بیوتیک دیگه قاطی کنین رسوب میده، واکنش میده در واقع. بنده شرکت پاتولوژی دیدم. شرکت های آمریکایی هستن که از ما خواستن اسم اون شرکت رو نبرید. در واقع اینجا بچه ها دارن میکرو ست رو وصل میکنن به سروم و از طریق این میکرو ست ما در واقع آنتی بیوتیک ها رو میریزیم داخل این میکرو ست و به بیمار وصل میکنیم. بیشتر 100 سی سی در واقع پر میشه و در واقع این ونکومایسینی که شما الان اینجا میبینی، این ونکومایسین باید میکرو ستش جدا باشه. یعنی داخل این میکرو ست اگه بجز این ونکومایسین آنتی بیوتیک دیگه بریزی، یعنی همراه با این ونکومایسین آنتی بیوتیک بریزی، قشنگ رسوب میده و دیگه اون آنتی بیوتیک دیگه به درد نمیخوره. یه گیره داره اینجا که گیره رو باید باز میکنیم، سرم میاد داخل این میکرو ست و بعدا آنتی بیوتیک هم میریزیم داخل این و وصل میکنیم به بیمار. چیه میکرو ست بزن 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 ست؟ این سرم هم این سرم های ترکیه ایه، روش به ترکی نوشته، سرم های دکستروز 5% به ترکی نوشته. نحوه حل کردن، نحوه کشیدن داروها رو ما توی کانال در واقع آموزش دادیم، میتونید تماشا کنین. حالا اینجا بچه ها دانشجو دارن داروها رو آنتی بیوتیک رو میکشن که داخل این میکروست در واقع از این قسمت که دارن میریزه آنتی بیوتیک رو میریزه داخل میکروست تا بیمار تزریق کنه. خودش با خودش بزنید خودش میمونه دو گیرم آرش خان خوبه. این هم آنتی بیوتیک هست؟ این هم آنتی بیوتیک هست، مترون دل زده این رو مریض رو بستیم به آنتی بیوتیک هست. بستنیم آنی کیه؟ بچه ها بریم ببینیم چه کار میخواه. اصلا چیز نشین، استرس اینا هم نگیریم، راحت کار کنیم. رگ درست رگ داری اصلا؟ نه رگ اصلا تمام میشه. مش کن دست تو، دستش خوبه. اینو بیار پایین تر ببند، اینو اینجا ببند. ببینی دست تو میگه که اینا هم نقی دستن شو بشمید. نه، خب، مش این رگه خوب این ذره میکشیم بیرون یه به ته خونم داره؟ آره بذار اول چسبشو بزنیم، چسبشو بیار دارم خونه
اسمش رو بزنیم. خب بذار اول خونش هم بگیریم. دست تکون ندی فقط. خب میخوام از این خون بگیرم. دست تکون ندی. خب موشت تو باز کن. بیشی مثلا بگیرم. آره اول لوله هایی که میخوانیم اول اونها رو میزیم. خطشون رو فقط مشخص ها خواستون باشه تا خط بریزیم. دیگه لوله دیگه داره؟ نه دیگه نداره که؟ نه. خب اول لخته رو می‌ریزی، لخته رو که ریختی هپارین از توی این می‌کشی. هپارین از توی این می‌کشی. چرا ما اول لخته رو می‌ریزیم؟ به خاطر تو اگه این هپارین رو بریزی داخل اون چیز اون لخته رو خراب میکنه. اول این هپارین رو بزنی داخل اون این سرنگه هپارین رو خراب میکنه. چیزو خون خراب میکنه. نمیذاره لخته بشه. نه بعد دیگه برای کاره دیگه بچه بخورید. میسترین نمیخوای بزنی. بزنی دیگه داروش هم میخوای بزن. کشیدی؟ نه بده کرده همه بریم میکنم میرم. اینجا اینجاست. چه بله این برای گرده میانم دیمیو هستم. خدا بیارم. چیزارم بردارم؟ سر خیلی نصف کنم. شو یکی دیگه هم هست. یکم بخواه بعد برنش شد. بایسته بذار بچه ها بیان بگم 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 کمپلکس آره بگم 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 شده دست بگم آنش کت ببینم بچه ها اینجا صورتی گرفته دست هم نشون بدویم این در واقع همون مجنون طلاییه که ما قبلا در مورد صحبت کردیم سرم زنات میکشید تمام شدش سرم تمام شد هوا نشده همون مجنون طلاییه توش چی ها ریختی؟ به کامپل اکس، ویتامین سی، پنتوپرازول، آپوتر، به اگزامتازون به اگزام بکنم
اگزا دارویی که شما اگر کورتانه نیاز بود برید سر کار و نمیتونستید استراحت کنید، مریض بودید، یه دوز بزنید به خودتون و یه دو روز سر کار نگهتون میده. حالا چه میخوای بزنید؟ الان یه 10 دقیقه دیگه که مریضامو به همکارا تحویل بدم برم. سلام در آوردی؟ آره باید سطل زرد باشه. سطل زرد؟ آره یک انواع سطل رو من قبلا توضیح دادم که تفکیک زباله ها به درستی انجام میشه. این هم که برای شیمیاییه خال باید خاکست چیز دیگه چی بود؟ خاکست سفید دیگه جایی مشنباش خاکستری بود نه؟ مشنبان زردان ها باید شما مشنبان خاکستری باشه. این هم که در واقع زباله های عفونی میندازیم و سطلای مشکی هم اون آبی که اون زیره برای زباله های معمولیه. آره آره گرچه این مشنباش باید مشکی باشه. این تلفن هلو مشنباش باید مشکی باشه زهنه شون زردن مشکی باشه. نه استادم که اونها تو آقای الیا مخلصیم فامله از کوبای قوم یه ما دیگه ترکیفار میکنه مخلصیم باشه. آش مخلصیم یه خبر یه ما یه مادی استاد احدی هم که استاد فضایی علی بینه نگه ما خود اون باید داره خودمون سرون ببرد میشه یه هوای این خواهد درمان نداریم ما بینه نگه هوای ما رو داشته باشیم یه بهتون با لایک و سابسکرایب و تماشای همه این فیلم ها هوای ما خواهد درمان مظلوم رو داشته باشیم. صورت هم بگیری میکنیم وقتی که انگریفیم وقتی که توی این در سوزن مایه جمع بشه یعنی هواگیری شده به اندازه کافی و میتونیم به خودمون مسئله حالا بعد شما یه دقیقه به طبقه بالا مراجعه کنیم. مخزن هم من سفر بخواییم عجب مریض عجب مریضی، عجب مریضی با پیچوندنش، کشیدنش وقتی که ست بسته است، هواگیری میکنیم میبینید که خون برمیگرده دو ست یعنی این هواگیری شده بازش کن البته شما من خیلی همچین از چیکی بگم بدارم بگم نشنم بخواد بخواب، احتمالا بخوابی بره بخوابی بره آره میره منو میخواب خونه رو قول بده بره به خوابی احتمالا میره من میره؟ آره عالی عالیه اختلاف سطحی به وجود بیان تا سرم بله و همین اختلاف سطح باعث میشه بیدن نگاه وقتی سرمتون تمام میشه هوا نره تو رگتون اصلا هوا خدا انقدر نگید هوا نمیره هوا اصلا نمیره از دانشوه ها؟ دانشوه چه؟ هوا که نمیره اصلا تمام هم بشه سرم هوا نمیره این چیزا توهمات مریضا همه تو صف هم پایین هم هست اتاق رسمونه اینجا بچه ها خوابیدن پختن میره دیگه نه یه مرد باردار داریم طبقه پایین میرد میبره خب دیگه خوب بخوابی سرم بتانم که تمام بشه لایک و سابسکرایب یادتون نره از ما کادر درمان مظلوم حمایت کنید و تا میتونید این فیلم ها رو شیر کنید و هم دیگر رو مجاب به دیدنش کنید تا ما هم بتونیم بیشتر بگرد سلامت باشید.